به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز، خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم که در کنار همدیگه این دوره‌ای رو که ما آغاز میکنیم رو بتونیم انشالله به نحو احسن به پایان برسونیم. دوستان عزیز، دوره‌ای رو که ما الان بنا داریم با همدیگه از این به بعد به مدت احتمالاً 6 ماه تا 8 ماه ادامه بدهیم و در خدمت شما باشیم، دوره اقتصاد کلان هست و اقتصاد کلان یکی از مهمترین منابع و مهمترین دانش‌هایی هست که ما احتیاج داریم برای اینکه بتوانیم در کسب و کار خودمون موفق باشیم، در تحلیل اقتصادی و تحلیل کسب و کار خودمون موفق باشیم. این مسئله رو دقت بفرمایید که علم اقتصاد کلان الان امروزه یکی از موفق ترین علم های دنیا هست. در گذشته چنین نبوده است. در گذشته علم اقتصاد کلان شاید زمانی بوده که علم اقتصاد کلان ناموفق ترین علم بشری شناخته می شد. امروزه علم اقتصاد کلان به احتمال خیلی زیاد و به اقرار بسیاری از اندیشمندان موفق ترین علم بشری در ارتقای رفاه جامعه بوده است. پس دقت بفرمایید که این مطالبی رو که ما انشالله بنا داریم خدمت شما ارائه بدهیم، مطالبی هست که آزمون پس داده، امتحان خودش رو پس داده و امیدوارم که در این هدفی که ما داریم انشالله موفق باشیم. دقت بفرمایید که اگر برای بنده مقدور بود و اگر که ما حمایتی از جایی داشتیم، من شاید کلن کلاس رو رایگان برگزار می کردم. اما واقعیت این هست که به نظر نمیرسه که خیلی علم اقتصاد کلان رو در ایران در کشور ما جدی بگیرند متاسفانه، و این هست که ما هم هیچ تقاضایی نکردیم که در واقع نه خط بودجه‌ای داشته باشیم نه اینکه حمایتی از جایی داشته باشیم. حتی مدرک رو من بنا دارم که اگر که ممکن باشه حتی شده از یک مؤسسه، شاید از یک مؤسسه خارجی، من بتونم حتی خودمون مؤسسه ای رو ثبت کنیم در خارج از کشور و مدرکی سرتیفیکیتری در این زمینه خدمتتون ارائه بدیم. اما هدف اولیه بنده این بوده، ببینید سرتیفیکیت هم اینقدر به درد ما نمیخوره، هدف اولیه بنده این هست که ما بتوانیم به امید خدا علم اقتصاد کلان رو به خوبی خدمت شما عزیزان ارائه بدهیم. دوستان عزیز دقت بفرمایید، کاری که من دارم انجام میدم در این دوره این هست که شاید برای اولین بار در کشور کتابهایی که در گذشته هم تدریس میشده، در دانشکده های اقتصاد ما هم ممکن هست تدریس بشود، ولی آخرین ورژن کتابها رو خدمت شما ارائه میدم، اسلاید های دو زبانه خدمت شما ارائه میدم. تمام اسلاید های این کتابها رو ما انشالله ترجمه خواهیم کرد و سعی میکنیم که تمام مطالب رو به صورت کافی و وافی، همه مطالبی که در کتاب عنوان شده رو خدمت شما ارائه بدیم. یکی از مشکلاتی که تدریس علم اقتصاد به خصوص اقتصاد کلان در ایران داره این هست که بنا به صلاح دید استاد برخی از مطالب حذف میشه، یعنی مطالبی که در کتاب‌های تکست اومده بسیارش، نه برخی، بسیاری از این مطالب متاسفانه حذف میشود و این مشکل اساسی است که ما در علم در تدریس علم اقتصاد کلان در ایران داریم. یعنی به طور مشخص من میخوام خدمت شما عرض کنم که منظورم چیست. منظورم دقیقاً این هست که اقتصاد کلان متاسفانه در کشور ما داره به صورت گزینشی متاسفانه تدریس میشود. برنامه‌ای که بنده دارم این هست که اقتصاد کلان رو بر اساس تکست، حتی نظر خودم رو دخالت ندهم، بر اساس تکست، بر اساس اون متنی که بزرگترین اساتید اقتصاد کلان در دنیا نوشتن، بر اساس کتاب‌هایی که در تمام کشورهای دنیا مورد اعتبار هستند، مورد احترام هستند، بدون دخالت نظر خودم اول خدمت شما توضیح بدهم. البته در موارد متعدد احتمالاً بنده خدمت شما آینده پژوهش رو خدمت شما خواهم گفت، که مثلا این کتابی که الان شما دارید میبینید سال 2019، ویرایش 2019 هست، این مطلبی که بیان کرده در سطح دانشجوی لیسانس، در سطح دانشجوی کارشناسی یا سطح دانشجوی کارشناسی ارشده و ما
مثلا مطالب پیشرفته تری داریم که در سطح دانشجوی دکترا خواهد بود. پس از گذراندن این دوره ها اتفاقی که خواهد افتاد این هست که به امید خدا شما عزیزان کاملا با تحلیل اقتصاد کلان آشنا خواهید شد. فقط این رو خدمتتون عرض کنم که البته هدف بنده بیشتر یک هدف ملی هست. من بنا دارم که سطح دانش اقتصاد کلان رو در ایران ارتقا بدهم، این هدف من هست. ولی برای شما من خدمتتون عرض می کنم که شما هر نوع سرمایه گذاری که بخواهید انجام بدهید، چه در بازار بورس، چه در بازار به عنوان مثال در بازار مسکن و چه در سایر بازارها، هر وقت بخواهید سرمایه گذاری رو انجام بدهید، 50% دقت بفرمایید، نیمی از پیشبینی بازده انتظاری رو بر اساس شاخص اقتصاد کلان شما انجام باید بدهید. 50% دیگر تقسیم میشه 30% صنعت و 20% مثلا اگر شما سهام دارید خریداری میکنید اون سهم خاص، اگر شما دارید ملک خریداری میکنید اون ملک خاص. دقت بفرمایید، اینکه منطقه چند تهران شما میخواید یک ملکی رو خریداری کنید، این تحلیل منطقه، تحلیل ناحیه، مثلا در ناحیه یک قیمت چگونه داره تغییر میکنه، ناحیه 5 چگونه داره تغییر میکنه، تحلیل ناحیه 30% شما میتونید بگید 30% کل نوسان قیمت در آینده یا بازده رو در آینده این توضیح خواهد داد، و تنها 20% مربوط به تحلیل اون مسکن خاص هست. پس این رو دقت بفرمایید که این علم اقتصاد کلان بیش از هر علم دیگری به شما کمک خواهد کرد تا در سرمایه گذاری شخصی و سرمایه گذاری شرکتی خودتون به امید خدا موفق بشوید و موفق باشید. این نکته مهمی که من میخواستم خدمت شما عرض کنم. اما مسئله دیگر این هست که در اقتصاد کلان ما نحله های مختلف داریم که احتمالا شما شاید اسم این نحله ها رو شنیده باشید، اسم این مکاتب فکری رو شنیده باشید. اخیراً یعنی در طی 20 سال گذشته این مکاتب فکری که رقیب همدیگه بودند و اتفاقاً در ستیز با همدیگه بودند، به یک شناختی از هم رسیدند، به یک تفاهمی رسیدند. اما با این حال گرایش های فکری افراد اساتیدی که متعلق به هر کدوم از این مکاتب هستند فرق می کند. به طور مشخص اتفاقی که افتاد که این مکاتب فکری به همدیگه نزدیک شدند این بود که متوجه شدیم که روش تحلیل یک مکتب فکری روش تحلیلی است که به درد بلند مدت می خورد، در حالی که روش تحلیل مکتب فکری دیگر به درد کوتاه مدت می خورد و روش تحلیل مکتب سوم به درد بسیار بلند مدت میخورد. دقت فرمایید، بسیار بلند مدت، بلند مدت و کوتاه مدت. پس مکتبی که تحولات اقتصاد کلان رو در کوتاه مدت در نظر میگرفت، منظور از کوتاه مدت برای ما یک سال هست و حتی شاید برخی اوقات بیش از یک سال، یعنی مثلا تا دو سال، تا دو سال تحلیل رو ما کوتاه مدت در نظر میگیریم در علم اقتصاد کلان، شاید تا 5 سال ما بلند مدت در نظر میگیریم، در برخی اوقات تا 5 سال و ما تا 10 سال رو ما بلند مدت در نظر میگیریم و بیش از 10 سال تا حدود مثلا شاید تحلیل های اقتصاد کلان 50 ساله، شاید 70 ساله، 100 ساله ای ما داریم که این تحلیل ها تحلیل های بسیار بلند مدت هستند. وقتی که ما تحلیل کوتاه مدت انجام می دهیم، معمولا مکتب کینزیان و نئو کینزیان بیشتر به مباحث کوتاه مدت علاقه مند هست، یا تحلیلی که ارائه داده در کوتاه مدت ساری و جاری بوده است. مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک تحلیل هایی که ارائه می دادند در میان مدت پاسخ می داده است. بنابراین در گذشته برخورد اینطوری بود که کینزیان ها همیشه می گفتن خب ما تحلیل کردیم، 3 ماه بعد هم این تحلیل اتفاق می افتاد و با افتخار اعلام می کردن که ما به پیشبینی درست رسیدیم، مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک ناموفق بودند. و در مقابل وقتی که 1 سال 2 سال از اون تحلیل ها می گذشت، حالا مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک مطرح می کردن که تحلیل های ما درست بوده و تحلیل های نئو کینزیان ها و کینزیان ها اشتباه بوده و اونها عجول بودند در تحلیل و در پیشبینی.
به تدریج ما دریافتیم که نه، هر دوی این مکاتب درست میگویند، هم مکتب کینزیان و هم مکتب کلاسیک، هر دوی اینها درست میگویند، منتها دوره پیشبینی اینها با همدیگر متفاوت است. و اما مکتب سومی بوده که من تز دکترای خودم رو در همین مکتب نوشتم و اون در زمینه رشد اقتصادی است، تحلیل های بسیار بلند مدت، Growth Economics یا Modern Growth Economics، تحلیل رشد اقتصادی مدرن. تحلیل رشد اقتصادی مدرن در کوتاه مدت هیچ گونه پاسخی برای شما نخواهد داشت، اما در بلند مدت، و منظور از بلند مدت مثلا چند سال هست، در بلند مدت منظورم از چند سال منظورم چند دهه هست خیلی اوقات، در بلند مدت اتفاقا پیش بینی های علم اقتصاد رشد و شاخه رشد در اقتصاد کلان اتفاقا خیلی خوب میتونه پیش بینی کنه که اقتصاد کشور کجا رفته است و به کجا خواهد رفت. بنابراین این مکاتب مختلف اقتصادی نکته اصلی که داشتن همه درست میگفتند، در ابتدا هم مفاهمه نداشتند، ولی الان اگر کتاب های اقتصاد کلان رو ملاحظه بفرمایید تقریبا به یک مفاهمه ای رسیدند. خب ما برای اینکه بهترین ها رو، بهترین کتاب های درسی اقتصاد کلان رو انتخاب کنیم، از هر مکتبی کتاب اصلی اون مکتب رو ما انتخاب کردیم یا فرد معروف اون مکتب رو ما انتخاب کردیم. مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، البته فرد خیلی مشهوری که الان زنده هست آقای پروفسور لوکاس هست که من افتخار داشتم یک سالی در سال 2000 و فکر میکنم 2016 بود که من خدمت آقای پروفسور لوکاس رسیدم در دانشگاه شیکاگو و چند ساعتی با هم دیگه در مورد مدل هایی که ساخته بودم بحث و گفتگویی داشتیم. شاید آقای لوکاس در مکتب نوکلاسیک فرد اول باشه، مسائل تحت عنوان انتظارات عقلایی یا rational expectation مهمترین ها هست در مکتب نوکلاسیک. اما کتاب تکستبوک آقای منکیو، دقیقا فرمید منکیو نیست، من دیدم یک استاد ایرانی بود این رو گروگری منکیو میخوند، این آقا اسمشون آقای پروفسور منکیو هست. آقای پروفسور منکیو استاد برجسته دانشگاه هاروارد هستند، استاد بی‌نظیر دانشگاه هاروارد هستند که فکر می‌کنم 2 سال یا 3 سال بعد از اینکه تنیور خودشون رو آغاز کردن، تدریس خودشون رو در دانشگاه آکسفورد آغاز کردن، ناگهان به عنوان فول پروفسور دانشگاه هاروارد شناخته شدند. ما کتاب آقای منکیو 3 تا کتاب مشهور اقتصاد رو در سطح مقدماتی و میانه آقای منکیو نوشتند. یکی کتاب Principles of Economics است که کتاب ابتدایی برای ورود به علم اقتصاد هست. یک کتاب Principles of Macroeconomics دارند که برای بیشتر دانشجویان undergrad هست که من در گروه این کتاب رو آخرین ورژن سال 2019 رو خدمت شما ارائه دادم، و دیگری کتابی هست که تحت عنوان مکرو اکنامیکس هست. این کتاب خود من در دانشگاه استرالیا وولنگونگ که تدریس می کردم، سال اولی که من وارد دانشگاه وولنگونگ شدم، یکی از دروسی که تدریس کردم، تقریبا اکثر درسایی که تدریس کردم درسای بانکداری بود، اما یکی از دروسی که تدریس کردم درس اقتصاد کلان بود یا تحلیل اقتصادی کسب و کارها. عنوان درس تحلیل اقتصادی کسب و کارها بود، ولی مشخصا کتاب اکنامیکس، ببخشید کتاب مکرو اکنامیکس آقای منکیو رو بنده اونجا ارائه دادم که این کتاب، کتاب مرجع MBA در دانشگاه های اول دنیا هست. همین کتاب در واقع ما انشالله وقتی که این دوره رو تموم کنیم، شما حداقل یک درس از 10 درس دوره های MBA رو در سطح دانشگاه اول دنیا انشالله گذرانده اید. و دقت بفرمایید که اگر شما بخواید تشریف ببرید در دانشگاه برتر دنیا MBA دریافت کنید، احتمالاً یک چیزی حدود 100,000 دلار، یعنی دقت بفرمایید 100,000 دلار، یعنی یه چیزی حدود
2.5 میلیارد تومان شما باید شهریه پرداخت کنید. شهریه و هزینه های جانبی که داره رو باید پرداخت کنید. یعنی هر درسی رو یه چیز حدود 250 میلیون تومان برای شما هزینه خواهد داشت. ما بالاخره تا اونجایی که توانستیم سعی کردیم که این دوره رو واقعا در مقابل 250 میلیون تومان این دوره تقریبا میتونیم بگیم که بسیار بسیار ارزان هست و تا اونجا هم که تونستیم تخفیف دادیم دیگه. دوستان امیدوارم که راضی بوده باشن. ما سعی میکنیم در سطح دانشگاه‌های رده اول دنیا انشالله درس اقتصاد کلان رو در سطح MBA، حالا منظور از MBA چی هست؟ ما بنا نداریم بیایم به شما تئوری در اینجا ارائه بدهیم، ما بنا داریم بیایم اقتصاد کاربردی خدمت شما ارائه بدیم. یعنی اقتصادی به شما ارائه بدهیم که پس فردا وقتی که در بازار سهام قرار دارید تحلیل درستی از شرایط اقتصادی داشته باشید، یا اگر که فلان مسئول اقتصادی میان صحبت‌هایی می‌کنن، ما بنامون این هست که شما بتوانید قدرت تحلیلی بالایی انشالله پیدا بکنید و بتوانید بهتر کندوکاو کنید، بهتر متوجه بشوید که وضعیت اقتصاد، شرایط اقتصاد به کدام سمت پیش می‌رود. دوستان قبل از اینکه من آغاز کنم که خیلی هم سریع سعی می‌کنم که آغاز کنم چون مطالبی که قرار خدمت شما عرض کنم شاید چند صد عنوان دارد، من چند صد عنوان رو انشالله می‌خوام خدمت شما ارائه بدهم. قبل از اینکه من آغاز کنم یک مسئله رو باید خدمت شما عرض کنم. علم اقتصاد یکی از معدود علوم انسانی و معدود علوم اجتماعی است که متاسفانه یا خوشبختانه علم اقتصاد میتونیم ادعا کنیم که شهودی یا اینتیوتیو نیست، به خصوص علم اقتصاد کلان اینتیوتیو یا شهودی نیست. مثال میزنم خدمت شما، یک بحثی در کل دنیا در جریان هست که حداقل دستمزد باعث افزایش سطح رفاه میشه، لااقل باعث افزایش سطح رفاه اقشار فرودست جامعه میشه. شاید ما در این کلاس یک روزی فرصت کردیم که خدمت شما در مورد حداقل دستمزد صحبت کنیم و نشون بدیم که احتمالاً با احتمال خیلی زیاد ممکنه چنین نباشد. حداقل دستمزد اتفاقا میتواند رفاه اقشار فرودست جامعه را کاهش بدهد. این یک نکته‌ای که باید دقت بفرمایید. نکته دیگری که اتفاق افتاد و شما ملاحظه فرمودید این بود که در ماه آبان سال 1398، یعنی دقیقاً 14 ماه 15 ماه پیش، 14 ماه پیش، در حدود 15 ماه پیش اتفاقی افتاد در کشور. قیمت بنزین ناگهان تغییر کرد، قیمت بنزین ناگهان دو برابر شد و این منجر به شورش اجتماعی شد، منجر به شورش خیابانی شد. چرا منجر به شورش خیابانی شد دوستان عزیز؟ اگر کسی از دوستان میتونن بنویسید، بنویسید چرا وقتی که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد منجر به شورش اجتماعی شد؟ نه نوشتم چون براش آماده نبودیم، بالاخره یک دلیلی داشت دیگه. احسنت، بله کاملا درست فهمید. چون پیش بینی این بود که وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا میکند، پیش بینی این بود که افزایش قیمت بنزین به مثابه تورم بالاتر است. در قبل از آبان 1398، یعنی از مرداد 1398، نرخ تورم نزولی بود دوستان عزیز. بعد از آبان 1398 با توجه به این که تقریبا تمام اقتصاددانان کشور به جز دو سه نفر که بنده جز اون دو سه نفر بودم و افتخار میکنم که جز اون سه نفری هستم که ممکنه که چنین اعتقادی نداشتم، به جز سه نفر تقریبا تمام اقتصاددانان کشور معتقد بودند که افزایش قیمت بنزین به افزایش نرخ تورم می انجامد. تقریبا تمام مردم، یعنی 99% هم نبوده، شاید 99.9% درصد
از مردم در ایران معتقد بودند که افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش نرخ تورم می شود. تقریبا 100% کارشناسان اقتصادی و مسئولان اقتصادی کشور معتقد بودند که افزایش قیمت بنزین به افزایش تورم می انجامد. جهت اطلاع شما، افزایش قیمت بنزین مطلقاً تأثیری در افزایش تورم نداشت. خب من چه دارم خدمت شما عرض می کنم؟ یعنی نمودار منحنی تورم قبل از افزایش قیمت بنزین و بعد از افزایش قیمت بنزین مطلقاً هیچ گونه شکستی نداشته است. شاید در ماه بعد از افزایش قیمت بنزین یه چیزی در حد چند دهم درصد این نرخ افزایش پیدا کرده، ماه بعدش اون افزایش رو هم جبران کرده. خب پس چیه؟ مسئله اصلی اینجاست که افزایش قیمت بنزین از نظر شهودی برای ما مسجل بود، برای اکثر مردم ایران مسجل بود که افزایش قیمت بنزین به افزایش نرخ تورم می انجامد، ولی شهود در تحلیل اقتصاد کلان جایی ندارد. شما باید بیاموزید، علم را باید بیاموزید. این هست که ارزش این کلاس رو بیشتر بدانید، چون که مطالبی به شما خواهم گفت که به طور عادی شما نمیتوانید اینها رو دریافت کنید. خیلی خوب، حالا من با توجه به اینکه 20 دقیقه دارم صحبت میکنم که مقدمات کلاس رو خدمتتون ارائه بدم، فقط یک جمله دیگری مجددا تکرار خواهم کرد و بعد مطالب شما، یعنی کامنت هایی که گذاشتید میخونم، ببینیم روند کلاس چطور داره جلو میره، بعد بلافاصله میریم و اسلاید ها رو شروع میکنیم و انشالله ادامه خواهیم داد. اون نکته که میخوام تأکید کنم این هست که ببینید، بزرگ علم اقتصاد کلان، علم اقتصاد کلان نئوکلاسیک، یکی از بزرگترین ها همین آقای گروگری منکیو هست که ما کتابش رو تحت عنوان کتاب درسی داریم اینجا ارائه میدهیم. از اون طرف بزرگترین اقتصاددان کلان، شاید یکی از بزرگترین اقتصاددانان کلان دنیا، پروفسوری فرانسوی هستند که در دانشگاه MIT بودند و سالیان سال هست که در ماساچوست آمریکا زندگی میکنند، تحت عنوان پروفسور بلانچارد. ما نه فقط کتاب آقای منکیو رو تدریس خواهیم کرد، بلکه کتاب آقای بلانچارد رو هم تدریس خواهیم کرد. و اگر من بخوام به نحله سوم بپردازم، یکی از بزرگترین افراد در عرصه علم اقتصاد کلان، شاخه رشد اقتصادی، کتاب آقای جونز هست که ما دیگه به کتاب آقای جونز نمی پردازیم، به دلیل اینکه کتاب آقای جونز یک مقداری فاصله میگیره و مطالب کتاب آقای جونز در این دوتا کتاب هست، ولی اون کتاب رو هم من سعی میکنم مطالعه کنم، نکات مفیدی که وجود داره رو به صورت خلاصه خدمت شما ارائه خواهم داد. خب دوستان عزیز، این جلسه که من در خدمت شما هستم، ما فصل اول کتاب مکرو اکنامیس یا کتاب تئوری اقتصاد کلان آقای منکیو رو آغاز میکنیم. جلسه آینده که چهارشنبه باشه، فصل اول کتاب آقای بلانچارد رو شروع میکنیم. تقریبا کتاب آقای منکیو، کتاب اکنامیکس، مکرو اکنامیکس آقای منکیو، حدوداً کتاب مکرو اکنامیکس آقای منکیو حدوداً 20 فصل و کتاب مکرو اکنامیکس آقای بلانچارد حدوداً 25 فصل دارد. برداشت ما این هست که یک چیزی حدود 40 جلسه ما احتیاج داریم، 40 تا 50 جلسه ما احتیاج داریم که کل این دو کتاب رو مو به مو و کلمه به کلمه خدمت شما ارائه بدهیم. عرض کردم آقای گروگری منکیو یکی از بزرگترین اقتصاددانان نئوکلاسیک هستند در زمینه اقتصاد کلان، و آقای بلانچارد پیشتاز نئوکینزیان هستند. آنچه که امروزه در دنیا تحت عنوان سیاست گذاری پولی، تحت عنوان سیاست گذاری اقتصاد کلان شناخته میشه، بیشتر متأثر از مکتب نئوکینزیان هست، بیشتر متأثر از مکتب آقای بلانچارد هست. اما آقای منکیو در این کتابی که نوشتن سعی کردن که تا اونجایی که امکان داره حق مطلب رو ادا کنند و ملاحظات فردی رو وارد نکنند. آقای منکیو نه فقط استاد برجسته دانشگاه هاروارد هستند، بلکه فردی هستند که در پالیسی و در سیاست گذاری
در کشور آمریکا نقش خیلی مهمی دارند. سرمقاله نویس مشهور روزنامه های اصلی آمریکا مثل نیویورک تایمز هستند. البته فرد دیگری هست که در جبهه مقابل آقای منکیو قرار داره به نام آقای پول کروگمن، که آقای کروگمن هم شاید هر روز یا هر چند روز یک بار یک سرمقاله در روزنامه های آمریکا به چاپ میرسوند. و فرد دیگری باز از مکتب نوکنزیان آقای پروفسور استیگلیتز هست که من افتخار داشتم که یک سالی قبل از اینکه بیام ایران، یعنی سال 2016، من در ترنتوی ایتالیا دوره ایشون رو در زمینه اقتصاد کلان گذروندم. اینهایی که خدمتتون عرض کردم اینها بزرگترین بزرگان اقتصاد کلان هستند. البته یک فرد دیگر هم هست که الان بسیار مشهوره و بسیار تاثیرگذار بوده و اون آقای تیلور هست. اینها افرادی هستند که زنده هستند، الان مشغول هستند و بسیار نظراتی که داشتند و تئوری‌هایی که داشتند در ارتقاء سطح رفاه، در کاهش فقر در دنیا موثر بوده. اقتصاددانی که به رحمت خدا رفته فوت شده، آقای فریدمن و آقای ساموئلسون از مشهورترین اقتصاددانان هستند که در عرصه اقتصاد کلان هم کارهای خوبی انجام دادند. و به جز اینها مثلا آقای توبین رو من میتونم مثال بزنم. اقتصاددان دیگری که من باز افتخار داشتم یک بار در سخنرانی ایشون حضور داشتم، در ردفورد، در دانشگاه ردفورد ایشون سخنرانی انجام دادن که خیلی مهم بود و ما در انتهای دوره به اقتصاد باز میرسیم، به اوپن اکنامی میرسیم و اونجا شما خواهید دید که آقای ماندل چقدر نقش مؤثری در تبیین سیاست‌های ارزی و رژیم ارزی در دنیا داشته و انقدر این آقای ماندل نظراتش بست پیدا کرد و عمق پیدا کرد و در دنیا تغییر به وجود آورد که الان من خدمت شما میتونم ادعا کنم که احتمالاً به جز 4-5 کشور که سرآمدشون کشور ما باشه، تقریبا تمام دنیا، تمام کشورهای دنیا در تعیین سیاست ارزی خودشون بر اساس impossible trinity یا سگانه ناممکن آقای ماندل هست که رژیم ارزی رو تعیین میکنند. امیدوارم روزی کشور ما هم به مدار عقلانیت در عرصه سیاست گذاری اقتصادی برسد. حتی من فقط یک مورد دیدم که یک فردی خیلی به خوبی نظریت آقای ماندل رو در یک سخنرانی در ایران توضیح داد، ولی نتیجه گیری که ایشون فرمودن در انتهای سخنرانیشون دقیقا عکس اون چیزی بود که آقای ماندل نتیجه گرفته بود. یعنی ایشون با تئوری آقای ماندل هم آشنا بودن، ولی در نهایت کاملا معکوس متاسفانه توصیه کردن و توصیه ایشون هم در کشور ما ساری و جاری است. من نگرانی که دارم این هست که بعد از این دوره شما یک مقداری بدبین بشید به جامعه اقتصاددانان کشور، به دانشکده های اقتصاد کشور، ولی نباید اقتصاددانان و دانشگاه های اقتصادی ما رو شما ملامت کنید یا قضاوت منفی داشته باشید. این شرایط اقتصاد ما بوده، شرایط کشور ما بوده که اگر کسی مثلا از بهره هوشی بالاتری برخوردار بوده، رفته مثلا رشته مهندسی خونده، اگر مهندسی نخونده به رشته های دیگر مثلا پزشکی، مهندسی، حقوق، و اگر که مثلا نمیتونست این رشته ها رو قبول بشه وارد اقتصاد و مدیریت میشدند، در حالی که در دنیا رشته های اقتصاد و مدیریت هم از رشته های خیلی بالا به حساب میآیند. و ببینید کسی که بخواد اقتصاد بداند باید جامع الاطراف باشد. کسی که علم اقتصاد بخواد بدونه بعضی وقتا حتی باید با هنر هم آشنا باشه، یک دید هنری خوبی هم داشته باشه، مخصوصا در مدل سازی اقتصادی یک مقدار نوآوری هنری درش باید باشه، علاوه بر این از نظر ریاضی باید قوی باشه، از نظر منطق باید قوی باشه، روانشناسی رو خیلی خوب باید بشناسه، نهاد انسان چگونه فکر میکنه، چگونه عمل میکنه، این خیلی تاثیر میذاره در اینکه ما تحلیل اقتصادی درستی انجام بدهیم. کسی که روانشناسی نمیدوند، کسی که ایکیو کافی ندارد، بسیاری از اقتصاددانان رو بنده سراغ دارم. ببینید بیشتر از این که مشکل ریاضی داشته باشند، این اقتصاددان عزیز ما اتفاقا ریاضیش هم عالیه، مشکل هوش هیجانی دارن. یعنی
انسان رو خوب نمیشناسند، تعاملات انسانی رو خوب نمیشناسند. این هاست که مشکل به وجود میآورد. اقتصاددان حتما باید قدری فلسفه بداند، باید با اصول فلسفی، با تحلیل فلسفی، با قیاس، با منطق باید آشنا باشد. بنابراین کسی که در اقتصاد میخواد قوی بشه باید جامع اطراف باشه، این رو هم در نظر داشته باشید. خب ساختار انتخاب رشته در ایران به نحوی بوده که اگر هم افراد مثلا با IQ بالا از رشته های مهندسی، مثلا از مهندسی دانشگاه شریف و دانشگاه تهران وارد اقتصاد شدند، متاسفانه خب از نظر IQ قوی بودند، ولی از نظر EQ حالا مشکل داریم. یعنی از نظر هوش هیجانی یک وقتایی میبینید که مشکل هست، از نظر اینکه در واقع بالاخره فرد داره در مورد انسان صحبت میکنه، باید یک مقداری در جامعه شناسی، روان شناسی، باید با اینها هم آشنا باشند که به ندرت پیدا میکنیم که افرادی رو داشته باشیم که با همه این علوم آشنایی داشته باشن. برعکس شما وقتی که به دانشگاه پیشرفته می روید، و من از تجربه شخصی خودم دارم خدمت شما این رو عرض می کنم که در دانشگاه پیشرفته که شما تشریف می برید، می بینید که اتفاقا بسیار بسیار افرادی که در رشته اقتصاد در سطح اول دنیا هستند، بسیار با در نسبت به کنش های انسانی آگاهی خوبی دارند، دانش خوبی دارند. و امیدوارم با همکاری شما انشالله ما بتونیم علم اقتصاد رو در ایران گسترش بدیم، رشد بدیم. خب برگردیم به اسلاید ها. اهداف یادگیری یا Learning Objectives، اهداف یادگیری این فصل شامل موارد زیر هست. خیلی سریع ما این فصل رو جلو میریم. این فصل خیلی ساده است، به عنوان مقدمه شناخته میشه، به تدریج مشکل تر خواهد شد. بنابراین سعی کنید، خواهش میکنم ازتون که در فصل های ابتدایی سعی کنید که کامل بیاموزید، کامل یاد بگیرید. حتی اگر دانشجو هستید، اگر که افرادی هستن که سنشون مثلا زیر 30 سال هست، توصیه من این هست که با توجه به اینکه اسلاید ها دو زبانه نوشته شده و من به عبارات انگلیسی هم اشاره میکنم، سعی کنید معادل انگلیسی رو هم همزمان بیاموزید که اتفاقا چند باره از کلاس بهره مند شده باشید. مسائلی که اقتصاددانان کلان مطالعه میکنند رو ما اینجا بررسی خواهیم کرد، ابزارهای اقتصاد کلان رو هم بررسی خواهیم کرد، برخی از مفاهیم رو هم انشالله توضیح خواهیم داد. بالاخره مقدمه هست و بعداً بیشتر میپردازیم به مسائل اساسی علم اقتصاد کلان. خب اقتصاد کلان میخواد مثلا به چند تا سوال جواب بده، به چند تا موضوع برسه. ما بعضی از موضوعها رو خدمت شما الان بحث میکنیم، یعنی یک مقداری روش فکر میکنیم. یکی این که چرا تورم داریم؟ چرا مرتب تورم در حال افزایشه در برخی کشورها؟ چرا در بقیه کشورها تورم صفره؟ میگن که تورم پدیده پولیه. چرا در ایران پدیده پولیه؟ هر چقدر پول چاپ میشه تبدیل به تورم میشه. در آمریکا هر چقدر پول چاپ میشه تبدیل به تورم نمیشه. در ژاپن همین پولی که چاپ میشه تبدیل به تورم نمیشه. اینا سوالات بزرگیه، باید جواب بدیم. و البته برخی از اینها در سطح عالی باید پاسخش داده بشه. اما مسئله تورم مسئله جدیه، در حداقل در کشور ما، که اگر ما بهش پاسخ بدیم، اگر پیشبینی خوبی از تورم داشته باشیم، اون وقت ممکنه سایر متغیرهای اقتصادی هم بتونیم توضیح بدیم، بتونیم بازار مسکن رو هم تحلیل کنیم، بازار بورس رو هم تحلیل کنیم، بازار اشتغال رو هم تحلیل کنیم، بیکاری رو هم تحلیل کنیم، حتی مثلا بازار سایر دارایی ها مثلا کریپتوکارنسی رو بتونیم تحلیل کنیم. چرا الان بیت کوین رفته یه دفعه از مثلا یه چیز حدود 10,000 دلار یه دفعه رفته رو 40,000 دلار قرار گرفته؟ بعضی صحبت از 100,000 دلار میکنن. چرا دفعه قبل که بیت کوین بالا رفت به 20,000 دلار رسید، بعدش سقوط کرد، کاش پیدا کرد به 5,000 دلار رسید؟ اقتصاد کلان خیلی میتونه به ما کمک کنه که دید بهتری داشته باشیم. مسئله بعدی این که چطور در برخی از کشورهای پیشرفته بیکاری بالاست؟ چرا میلیون ها نفر بیکار هستند؟ چرا اینا کار پیدا نمیکنن؟ چرا در کشور ما بیکاری اونقدر بالا نیست؟ نرخ بیکاری مثلا حدود 10%، ولی وقتی ما از مردم میپرسیم خیلی نگرانی وجود داره، سطح بیکاری خیلی بالاست، جوونا بیکار هستن. آیا اشکالی در آمار هست؟ خلاص چگونه داریم بیکاری رو میسنجیم؟ در علم اقتصاد چگونه بیکاری رو میسنجن؟ که ما از اعداد نمیتونیم به واقعیت برسیم در زمینه بیکاری. بعضی وقتا اقتصاد در حال رونقه، وضعیت اقتصادی خوبه، اقتصاد داره رشد میکنه، اونهایی که کار دارن پولدار میشن، همزمان شما ببینید بیکاری هم داره افزایش پیدا میکنه.
دلیلش چیه؟ این تناقض ها رو باید بتونیم توضیح بدیم در علم اقتصاد کلان. علم اقتصاد کلان اتفاقا میتونه توضیح بده این تناقض، این مسائل رو که به نظر شما میرسه که تناقض باشه. چه عواملی باعث رکود اقتصادی میشه؟ رکود اقتصادی خیلی دردناکه. رکود اقتصادی که مثلا در 1929 در آمریکا به وجود آمد تحت عنوان رکود بزرگ یا Great Depression شناخته میشد. چی شد؟ چرا نتونستن جلوشو بگیرن؟ چرا میلیون ها نفر بیکار شدن؟ انقدر من خاطرم هست بعد نوجوان بودم کتابی رو میخوندم در مورد تاریخ اقتصادی دنیا، عکسی انداخته بود که یک صفی بود، این صف میرفت تا افق کار میکرد، بعد میرسید به یک چهارراه، ادامه صف بعد از چهارراه ادامه داشت تا جایی که عکس دیده میشد فرد وایساده بودن. اینا منتظر بودن که یک قرص نان دریافت کنند، تنها و تنها یک قرص نان دریافت کنند. دقت بفرمایید ببینید که چه وضعی ممکنه که رکود به وجود بیاره. یا رکود سال 2008 در آمریکا کل دنیا رو متاثر کرد. چرا رکود به وجود میاد؟ چرا همیشه ما در رونق نیستیم؟ آیا نمیتونیم این رکودها رو ملایم تر بکنیم، اثراتشون رو بتونیم یه مقدار کنترل بکنیم که وضعیت اقتصاد دنیا بهتر بشه، فقر حداقل اینکه فقر خیلی افزایش پیدا نکنه؟ ما نمیتونیم آیا جلوی فقر رو بگیریم؟ نمیتونیم جلوی نابرابری رو بگیریم؟ آیا سیاست هایی که برای مقابله با نابرابری داریم خودشون به افزایش نابرابری نمی انجامد؟ مگر نبودیم در یک کشور خاص که این کشور خاص اومده ارزش رو در نرخ 4.200 تثبیت کرده، نفر دوم دولت اون کشور اومده اعلام کرده که از فردا ارز فقط 4.200 است و هر کسی غیر از این بخواد بخره و بفروشه با اشد مجازات مواجه میشه. و بعد میبینید که اصلا یک روزم این دستور و این عتاب و این داغ و درفش یک روزم پابرجا نمیمونه. بعد میبینیم این 4.200 قرار بوده به اقشار محروم و مستضعف برسه، برعکس به غنی‌ترین اغنیا کشور رسیده، به افرادی که از همه بیشتر برخوردار بودن رسیده. این چگونه ممکنه؟ چرا ما سیاستایی که ضد فقر معمولا اجرا میکنیم و از نظر شهودی درست هستند در واقعیت به فاجعه میانجامند، اقتصاد رو به منجلاب میبرند؟ من اینطور خدمت شما عرض کنم که در علم اقتصاد کلان هر وقت که شما بدون آگاهی، بدون که کتاب خونده باشید، هر وقت هر تحلیلی در زمینه تورم، در زمینه بیکاری، در زمینه رکود و رونق، هر تحلیلی که به ذهنتون رسید روی ورق بنویسید و اگر چند مورد تحلیل دارید، چند مورد تحلیل رو بنویسید. اون مورد اول که اول به ذهنتون رسیده و از همه ملموس تر هست و از همه شهودی تر هست، اول اون رو خط بکشید. اون معمولا اشتباهه. این که شما تصور بفرمایید که اگر نرخ ارز رو تثبیت کردید بتوانید نرخ ارز در بازار آزاد رو کنترل کنید و تورم رو کنترل کنید، این رو اول بار در دهه 1350 شاه و هویدا به این نتایج رسیده بودند. سعی میکردن قیمت ارز رو کنترل کنن، سعی میکردن قیمت کالاها رو کنترل کنن، همون زمان هم داغ و درفشی رو نشون دادن، ساواکی بود بالاخره، ولی به هیچ نتیجه نرسید، نه به هیچ وجه نتونستن تورم رو کنترل کنن. اما درس نگرفتن، انقلاب شد، بعد از انقلاب همون سیاست‌های هویدا تا امروز ادامه پیدا کرده. هر بار ما قیمت ارز رو کنترل کردیم، قیمت ارز بیشتر افزایش پیدا کرده. وقتی از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه دانشگاه تهران میپرسید که مشکل چیه، میگن ما خوب کنترل نکردیم. خب اگر خوب کنترل نکردید که کاری نداره، به جای اینکه ارز 4.200 داشته باشید، قیمت ارز رو برسونید 1000 تومان، قیمت ارز رو برسونید 100 تومان، قیمت ارز رو برسونید 10 تومان، قیمت ارز رو برسونید 1 تومان. اگر که کاهش قیمت ارز دولتی باعث میشه که نرخ تورم کاهش پیدا کنه، باعث میشه که نرخ ارز بازار آزاد کاهش پیدا کنه، خب اینو برسونید به صفر و از این طریق هم جلوی تورم رو بگیرید، هم قیمت ارز بازار آزاد رو به شدت کاهش بدید در این شرایط تحریمی و هم یک جایزه نوبل دریافت کنید. برادر عزیز، شما بالاخره یک جایزه نوبلی برای شما گذاشتن، هیچ کس واقعا هیچ اقتصاددان برجسته‌ای در دنیا یک چنین ادعاهایی نکرده. خب این اساتیدی که این مسائل رو می‌فرمایند فول پروفسور هستند در دانشگاه‌های ایران و من هیچ ابایی ندارم که علم این عزیزان رو به چالش بکشم و این کار رو در این کلاس به امید خدا خواهم کرد. بسیار. پس سوالات مهمی رو ما می‌خوایم در این دوره پاسخ بدهیم. خب
سوال دیگه، کسری بودجه مخصوصا همین امروز، همین روزها در مجلس داره مطرح میشه، کسری بودجه چقدره؟ اصلا کسری بودجه تعریفش چیه؟ آیا درست داره مطرح میشه؟ اگر شما نفت رو فروختید به بهانه فروش نفت، پایه پولی ایجاد کرد بانک مرکزی، پول چاپ کردید تو جامعه، آیا اون پولی که چاپ شده به بهانه فروش نفت اون کسری بودجه نیست؟ اگه کسری بودجه هست خیلی باز اون بدتر از اینه که در ظاهر میدیدیم و وضعیت امروز اون تفاوتی نکرده با 2 سال پیش و 5 سال پیش و 10 سال پیش و 15 سال پیش و 30 سال پیش. ما یک در واقع کسری بودجهمون رو همیشه سعی کردیم به بهانه درآمد نفتی سعی کردیم کسری بودجه رو بپوشونیم. اینها مطالب مهم و زیادی هست که ما خدمت شما ارائه داده خواهیم داد. کسری بودجه چه تأثیری بر اقتصاد داره؟ برخی از اقتصاددانا الان، خیلی از اقتصاددانان نئوکلاسیک به شدت مخالف کسری بودجه هستن، طرفدار بودجه متوازن هستن. خب ما همین سیاست رو داشتیم سال 92 تا 97. دانشگاه برتر کشور، اساتید برجسته دانشگاه اول کشور از نظر صنعتی این دانشگاه اعلام کردن شما بودجه رو متوازن کن، کسری بودجه رو کاهش بده، اقتصاد به رونق میرسه، اقتصاد شکوفا میشه، اقتصاد پیشرفت میکنه. سال 92 شد، اتفاقا اول هم موثر بود. روند تورمی که ایران و ونزوئلا با هم دیگه شروع کردن از سال 92 و 93 ایران راه خودش رو از ونزوئلا جدا کرد. اما اتفاقی که بعدش افتاد این بود که ما تورم رو کنترل کردیم، دچار بیماری بدتر از تورم شدیم، دچار بیماری رکود شدیم. رکود خیلی توانست ضرر بزنه به ما متاسفانه. رکود باعث شد که بسیاری از کارها از بین بره، فقر افزایش پیدا کنه، نابرابری افزایش پیدا کنه، اشتغال از بین بره، بیکاری افزایش پیدا کنه. و مسئله اصلی این هست که اتفاقا در کنترل تورم هم موفق نبود. یعنی از 92 تا 97 شما به مدت 5 سال حدوداً 4 سال تورم رو کنترل میکنه. نرخ تورم مصرف کننده رو ما توضیح میدیم، تورم مصرف کننده چیست، تورم تولید کننده چیست. نرخ تورم مصرف کننده رو میاری 8%، نرخ تورم تولید کننده رو در برخی از ماه‌ها به صورت نقطه به نقطه منفی میشود و صفر میشود و پس از اون هست که یک انفجار تورمی صورت میگیره. قیمت مسکن چنان بالا میرود که در طول تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است. قیمت‌ها، سطح قیمت‌ها چنان افزایش پیدا می‌کنه که در طول تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته است. از اون طرف خب می‌بینید که ناگهان این نقدینگی وارد بازار بورس می‌شود. رشد بازار بورس بی‌نظیر در ایران و در جهان می‌شود. خب اینها رو ما باید پاسخ بدیم که تأثیر کسری بودجه بر اقتصاد چگونه است؟ آیا اگر بودجه متوازن داشتی تورم حل شد؟ مشکل حل میشه؟ دروازه تمدن بزرگ روی شما گشوده میشه، به دستاورد تورمی میرسید یا نه؟ اینها ساده لوحیه. اتفاقا برای تحلیل اقتصاد کلان ما بیش از این 2 کتاب احتیاج نداریم. بله اقتصاد علم پیچیده است، ولی علم البته از نظر ریاضی علم بسیار پیچیده است، ولی از نظر تحلیل علم بسیار پیچیده نیست. علم پیچیده است که شما میتوانید بیاموزید، میتوانید یاد بگیرید. برای این هست که پاشنه ثابت دروس MBA در دنیا حتما اقتصاد کلان هم هست. و برای این هست که من وقتی که دارم این درس رو انتخاب کردم که خدمت شما ارائه بدهم، تقریبا مطمئن بودم دوستانی که تا آخر کلاس با ما باشند احتمالا از نتیجه کار خیلی راضی خواهند بود. هرچند نباید عجله بکنید چون مفاهیم زیادی رو قرار هست که انشالله خدمت شما ارائه بدهیم. چرا ایالات متحده چنین کسری تجاری بزرگی دارد؟ حالا مثلا کشورهایی داریم کسری تجاری دارن، کشورهایی داریم مازاد تجاری دارن. اینها رو باید مشخص کنیم که چه کشورهایی کسری تجاری دارن، چه کشورهایی مازاد تجاری دارن. اینها باید بررسی بشه. بسیار. و ببینیم که چگونه هست. ببینیم که آیا مثلا در وضعیتی که چین داره و ایالات متحده داره کدوم برنده شدند؟ آیا برنده بازی که یک طرف کسری تجاری خیلی شدید داره، طرف دیگه مازاد تجاری خیلی شدید داره، آیا امریکا بود یا چین بوده است تا امروز؟ چرا بسیاری از کشورها در فقر به سر میبرند؟ چطور هست در جنوب آفریقا اصلا کشورها از فقر به در نمیان؟ در افغانستان کشور از فقر راحت نشده، خارج نشده. در کشور ما تعداد بسیار زیادی از نواحی کشور در فقر دائمی به سر میبرند. چرا چنین هست؟ اینها رو بررسی خواهیم کرد. چه سیاست‌هایی ممکن است به آنها کمک کند تا از فقر خارج شوند؟ اتفاقا علم مثلا اقتصاد رشد خیلی این مسائل رو
مد نظر قرار میده، از نظر رشد اقتصادی، علم دیولوپمنت یا اقتصاد توسعه به مسئله فقر، به مسئله نابرابری توجه ویژه دارد. یک مسئله رو ملاحظه بفرمایید. مثلا اینجا ما یک نموداری رو گذاشتیم که مثلا از سال 1900 تا سال 2000 برای 100 سال رشد اقتصادی آمریکا رو شما در نظر میگیرید و میبینید که این رشد اقتصادی اولا که وقتی در یک نگاه 100 ساله شما دارید نگاه میکنید، خب خیلی به نظر اسموز میرسه، خیلی به نظر متعادل میرسه، همینجوری رشد کرده بالا رفته، در حالی که مثلا اگر ملاحظه بفرمایید اینجا در رکود شدیدی که در سال مثلا 1929 اتفاق افتاده، خب اینها میلیون ها نفر به گرسنگی رسیدند. ببینید اینجا الان رکودی است که من منظور مد نظرم بود در 1929 در کشور آمریکا، ملاحظه می‌فرمایید رکود بسیار رکود شدیدی بوده. من خاطرم هست که یک هم اتاقی داشتم، ایشون عنوان میکرد، میگفت که پدر بزرگ من در 1929 در هوور دم یکی از سدهای بزرگی بود که اینو با دست ساختن، یکی از بزرگترین سدهای دنیا هست، ولی شاید باور نکنید که با بیل و کلنگ بزرگترین سد دنیا رو ساختن تا اقتصاد از رکود به در بیاد. به راستی ما چه کار میکنیم وقتی اقتصاد به رکود میره؟ دولت چه کار میکنه؟ آیا هیچ گونه سیاست گذاری داریم یا منفعل عمل میکنیم؟ اون زمان ایشون تعریف میکرد، میگفت که پدر بزرگ من بارها گفته که من هر روز که میرفتم سر کار تعداد زیادی از افراد به من التماس میکردن، میگفتن امروز تو سر کار نرو، من جای تو میرم کار میکنم، هر حقوقی که به دست آوردم نصفش مال من نصفش مال تو. افراد حاضر بودن با نصف حقوق کار کنن، تمام وقتم کار کنن، اما کار به اندازه کافی نبود. براهستی چه اتفاقی در اون زمان افتاد که به اندازه کافی کار نبود و چگونه شد، چطور شد که وقتی جنگ شد در ایالات متحده بعدش مثلا ملاحظه بفرمایید؟ بله ملاحظه بفرمایید، برای اگه کرسر من نشون بده بازم خوب. ملاحظه می‌فرمایید اینجا بعد از جریان رکود که سالیان سال ادامه پیدا کرد، اقتصاد امریکا رشد نمی‌کرد، تقریبا ثابت مونده بود، یعنی از 1929 تا حدود 1940، ولی بعد از اون ناگهان رشد خیلی شدید اقتصاد آمریکا داشت در زمان جنگ. چه جنگ مگر چه خاصیتی داشت که باعث رشد اقتصادی شد؟ و بعد ملاحظه می‌فرمایید که اقتصاد آمریکا انگار یک اوورشوتی انجام شده، بیش از حد رشد کرد و بعد دوباره وارد یک رکود کوچکی شد البته، و بعد هم یک شرایطی به وجود آمد که شرایط خیلی پایداری بود و سالیان سال این شرایط ادامه پیدا کرد و بارها و بارها اقتصاد برای یک سال، دو سال، سه سال وارد رکود شده. اما بعد از 1929 رکود خیلی شدیدی که اتفاق افتاد در سال 2008 بود. چه اتفاقی در سال 2008 افتاد که اون رکود شدید شکل گرفت؟ اینها مطالبی است که انشالله ما در این کلاس مورد بررسی قرار خواهیم داد. بله خب، نرخ تورم رو در ایالات متحده ملاحظه می‌کنید. اول تورم پدیده‌ای نبوده که به راحتی قابل کنترل باشه. تورم در 1910 تا 1920 ملاحظه می‌فرمایید، تا 1930 ملاحظه می‌فرمایید تورم‌های خیلی شدید، رکودهای خیلی شدید، اینفلیشن و دیفلیشن، افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش شدید قیمت‌ها اتفاق می‌افتاده. این دورانی بوده که علم اقتصاد کلان واقعاً توصیه و در واقع تبیین درستی از پدیده تورم انجام نمی‌داد. و جالب اینجاست که علم اقتصاد از 1980 به بعد مورد یک بازبینی جدی قرار گرفت، یعنی یک کتابی که قبلا مرجع علم اقتصاد بود کلن کنار گذاشته شد به نام کتاب برنسون. این کتاب برنسون الان فقط و فقط در یک کشور دنیا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم این کتاب تدریس می شود، نه فقط تدریس می شود بلکه منبع آزمون کارشناسی ارشد و دکترای اون کشور هست. من نمیخوام به اون کشور اشاره کنم، ولی امیدوارم که همین کلاسی که ما الان داریم ارائه میدهیم زمانی برسد که اگر دانشجوی استاد میاد کتاب برنسون رو روز اول میخواد مطرح کنه، دانشجویان امیدوارم یک روزی اعتراض کنند و به استاد بفرمایند که لطفاً قدری بیشتر تلاش بفرمایید، نه اینکه کتاب 40 سال پیش که تمام علم اقتصاد از اون زمان کاملا دگرگون شده رو شما دوباره بیاید و تدریس کنید. و لازم می‌فرمایید که بعد از 1980 اصلا روند تورمی روند دیگری است. و جالب اینجاست از 1980 تا سال 2020 تا
تا سال 2020 الان حدوداً 40 سال هست که روند تورم نزولی است، نرخ بهره نزولی است و نرخ بهره و تورم تقریباً به صفر رسیده. دنیای پیشرفته اون چه که ما ادعا داشتیم در 40 سال گذشته اجرا کنیم که بانکداری بدون ربا باشد، در دنیای پیشرفته به طور کامل اجرا شده است. وقتی که بانک ما به عنوان کارمز 4% دریافت می کند روی تسهیلات قرض الحسنه 4% دریافت میکنه و در دنیای پیشرفته نرخ بهره ای که اینها دریافت میکنن برای وام هایی با طول عمر شاید 20 سال و 30 سال، نرخ بهره ای رو که دریافت میکنن 1.5% تا 2.5% 3% هست. خب این نشون میده که کدام یک موفق بوده و کدام ناموفق بوده. ما میخوایم برسیم به این که از 1980 به بعد چه تفاوتی در توصیه های علم اقتصاد به وجود آمد که دوران جدیدی آغاز شد، که دوران ثبات در اقتصاد به وجود آمد. انشالله در این موارد ما صحبت های زیادی خواهیم داشت. نرخ بیکاری رو ملاحظه می‌فرمایید، بیکاری بعد از 1929 در کشور آمریکا 25% رسیده بود، 25% نیروی کار بیکار بودند. برداشت بر این بود که تحریم ها باعث بشه بیکاری ایران هم مثلا برسه به 25%. اتفاقا تحریم ها باعث شد که ما نتونیم اشتغال ایجاد کنیم، ولی نرخ بیکاری اونقدر هم افزایش پیدا نکرده و شاید یه چیز حدود 10 تا 15% باقی مانده در ایران. چگونه هست؟ چرا الان 10 تا 15% است؟ اگر ما تعریف بیکاری رو خدمت شما نشون بدیم، اون وقت خودتون متوجه خواهید شد که چرا این نرخ ها چگونه باید تفسیر کرد. چرا اگر نرخ از مثلا 10% برسه 15%، نرخ بیکاری فاجعه است؟ چرا وقتی میرسه 25% یعنی سقوط بزرگ اقتصاد؟ اینها رو ما انشالله خدمتون توضیح خواهیم داد. اما فقط بیکاری فقط روی فقر تأثیر نداره، فقط روی نابرابری تأثیر نداره. اینجا مثلا یک نموداری رو آقای منکیو ارائه میدن، در واقع رابطه بین نرخ بیکاری و جرائم مالکیت. منظور از جرائم مالکیت جرائمی است مثلا دزدی، مثلا اختلاس. چطور است که وقتی نرخ بیکاری کاهش پیدا میکنه در بلند مدت جرم و جنایت هم کاهش پیدا میکنه؟ چطور است که وقتی کرونا میاد در کشور ما ناگهان اعلام میکنن که تعداد جیببری ها، تعداد دزدی ها به شدت افزایش پیدا کرده، موبایل دزدی ها، زورگیری به شدت افزایش پیدا کرده؟ اگر اینطور هست، ما به جای اینکه بریم بخوایم به صورت قهری جلوی جرم و جنایت رو بگیریم، شاید بهترین باشه که سعی کنیم نرخ بیکاری رو کاهش دهیم. اقتصاد کلان رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار میدن. حواستون باشه. چرا کلان بیاموزیم؟ چون که میخواهیم که سطح رفاه جامعه رو افزایش بدهیم، چون میخواهیم سیاست گذاری های انجام بدهیم که رفاه شخص، رفاه جامعه افزایش پیدا کنه. معضلات اجتماعی مانند کارتون خوابی، خشونت محلی، جرائم و فقر با اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارن. مثال میزنیم خدمت شما، مثال های متعددی میتونیم خدمتتون ارائه بدیم. خب اقتصاد کلان رفاه شما را هم تحت تاثیر قرار میدهد. نه فقط اقتصاد کلان کاربرد داره در سیاست گذاری، بلکه اقتصاد کلان روی در واقع ویل بینگ یا رفاه فردی هم تاثیر میگذاره. پس مثلا نگاه کنید، در بسیاری سالها رشد دستمزدها با افزایش نرخ بیکاری سقوط میکنه. وقتی که تعداد بیکاران افزایش پیدا میکنه، در واقع اون افرادی هم که کار دارند متاثر خواهند شد و در بسیاری مواقع اون افرادی هم که در بازار کار حضور دارند دچار مشکل جدی خواهند شد. چرا؟ برای اینکه اگر که تقاضا کنند برای افزایش دستمزد، بلافاصله کارفرما میتونه فرد دیگری رو جایگزین کنه، البته به شرطی که قوانین مانع نشوند. در کشورهایی که قوانین مانع میشوند و قوانین تاثیر میگذارند روی اینکه شرکت ها آزادانه اقدام به استخدام و اخراج بکنند، شرایط کاملا متفاوت میشه. و جالب اینجاست که در اون کشورها اتفاقا سطح رفاه کارگران و کارمندان اتفاقا بیشتر کاهش پیدا میکنه. دقیقا همون مسئله که خدمت تو عرض کردم، شهود یک چیز رو میگه، در اقتصاد معمولا عکس شهود اتفاق میفته. شما میاد یه قوانین کار به قول خودتون پیشرفته رو تنظیم میکنید که از حقوق کارگر دفاع کنید، تا
تنها کسی که از این قوانین ضرر میکنه یا اولین کسی که از این قوانین ضرر میکنه قشر مستضعف و همون قشر کارگر هست. چرا؟ چون دیگه کاری نداره. دیگه کار در اختیار نداره. نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه با این قوانینی که شما اجرا میکنید. خب نرخ بیکاری و تورم رو میبینیم در زمانی بوده که متصورمون بر این بود که رابطه منفی بین نرخ بیکاری و تورم وجود داره. مثلا ملاحظه بفرمایید، مثلا در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که در برخی زمان‌ها در زمان رؤسای جمهور متفاوت در آمریکا ملاحظه می‌فرمایید که نرخ تورم مثلا آقای ریگان رو در نظر بگیرید، در ابتدایی که کارش رو شروع کرده 13.5% نرخ تورمش بوده و جالب اینجاست که ریگان این 13.5% رو برای اولین بار کاهش داد به 4.3%. من خیلی تلاش کردم به مسئولین ایرانی بگم که شما از اون دوران شاید امریکا که ریگان رئیس جمهور شد و پول وولکر رئیس بانک مرکزی امریکا شد و نرخ تورم رو کاهش داد استفاده کنید و نرخ تورم رو کاهش بدید، ولی اون سیاست ها متقن مد نظر قرار نگرفت. مثل همین شرایط رو خانم نابیولا در روسیه انجام داد. بعد از که روسیه تحریم شد نرخ تورم افزایش پیدا کرد، نرخ تورم به سطح 18% هم رسید، ولی سیاست های کاملا کاملا دانشی کاملا علمی خانم نابیولا باعث شد که وضعیت دگرگون بشه در روسیه، نرخ تورم به شدت کاهش پیدا کرد، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد، نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرد، نرخ رشد اقتصاد افزایش، نرخ رشد اشتغال افزایش پیدا کرد، رفاه جامعه افزایش پیدا کرد، فقر کاهش پیدا کرد. علارغم تحریم از سال 2014 تا سال 2020، یعنی تا پارسال، بحران کرونا تاثیر منفی شدید در روسیه گذاشته، ولی تا پارسال واقعا وضعیتی که خانم نابیولا در روسیه اجرا کرد واقعا باور نکردنی بود. بنده که هیچ دسترسی به مسئولان امر ندارم، ولی در گذشته که چند باری توانستم حضور پیدا کنم در جلسات آقایان، من خدمتشون عرض کردم، مشخصا خدمت دو مسئول عالی رتبه اقتصادی کشور عرض کردم که بروید از خانم نابیولا بیاموزید. اگر ما اجازه نداریم از آقای ولکر صحبت کنیم چون در آمریکا سیاست ضد تورمی را اجرا کرده، خب شما برید از خانم نابیولا بیاموزید. دیگه ایشون که طرفدار نیولیبرالیسم نیست. ولی متاسفانه مطلقا شنیده نشد. حتی یکی از مسئولین محترم به بنده گفتن که اتفاقا در جلسه بودیم با خانم نابیولا، وقتی من توضیح دادم سیاست های پولی کشور ایران رو، خانم نابیولا رو کرد به مشاورین خودش و گفت ما باید بریم تحقیق کنیم و از ایشان بیاموزیم. خب من دیگه پاسخی نداشتم که بدم. با توجه به شناختی که من از علم اقتصاد کلان دارم و با توجه به مسائلی که در ایران داره اجرا میشه، من نمیتونم این رو جدی بگیرم و برداشتم این است که متاسفانه کشور عظیم ما با 82 میلیون جمعیت به سخره گرفته شده بوده در اون جلسه و این مسئول عالی رتبه متاسفانه متوجه نشده است. ملاحظه میفرمایید که یک رابطه‌ای به نظر میرسید که بین در ابتدا بین رابطه معکوسی بین بیکاری و تورم باشه، یعنی اگر تورم بالاتر بوده مثلا بیکاری کاهش پیدا کرده. مثلا ببینید از 1976 تا 1980 نرخ تورم بالا رفته، نرخ بیکاری این مدار کاهش پیدا کرده. این رو اولین بار یکی اقتصاددان بزرگ کلان به عنوان آقای فیلیپس مطرح کرد که رابطه منفی بین نرخ بیکاری و نرخ تورم وجود داره. بعدها در دنیا همجور که ملاحظه می‌فرمایید این رابطه دیگه دیده نشد، یعنی وقتی نرخ تورم کاهش پیدا می‌کرد همزمان نرخ بیکاری هم کاهش پیدا میکرد. ما این رو تحت عنوان فروپاشی منحنی فیلیپس یا The Collapse of Phillips Curve در ادبیات اقتصاد کلان میشناسیم، یعنی اون برداشتی که در گذشته داشتیم که اتفاقا مسئولان ما خیلی از این یاد میکردن و از کتاب های برنسون که مال اون زمان بوده اینجوری نوشته شده که میاد منحنی فیلیپس رو درس میده. اون برداشت اشتباهی بود که ما تصورمون این بود که برای رشد اقتصادی، برای کاهش بیکاری چاره‌ای نیست مگر اینکه مقداری از تورم رو بپذیریم. نه فقط این درست نبود، بلکه اگر شما می‌خواهید که نرخ بیکاریتون کاهش پیدا کنه، اتفاقا باید تورمتون هم کاهش بدید. چون تورم بالاتر مساوی با نابرابری بالاتر، تورم بالاتر مساوی با نااطمینانی بالاتر که در اقتصاد ملاحظه می‌فرمایید. بسیار خب،
نسخه های ساده شده از واقعیت ببینید، یک مسئله که ما الان میخوایم، وقتی میخوایم اقتصاد درس بدهیم، باید بریم مدل بسازیم. مدل یک تصویر ساده شده از واقعیت موجود هست که ما رو به هدفی که میخوایم برسوند. نمیدونم بچه ها رو دیدید یا نه، بچه ها وقتی ما میخوایم بهشون بگیم با دنیای واقع میخوایم آشنا بشن، از هر چیزی سعی میکنیم یک مدلی ایجاد کنیم و در اختیار این بچه ها قرار بدیم. مثلا اتومبیل های خیلی کوچیک اول درست میکنیم، بعد اتومبیل مقدار بزرگتر درست میکنیم، چرخ داره، بعد اتومبیل خیلی بزرگتر درست میکنیم، میره توش میشینه در شهر بازی رانندگی میکنه، گاز میده، این فرمون داره میپیچه. البته من خودم هم بعضی وقت این بازی رو انجام میدم دیگه، حالا با اینکه راننده هستیم ولی اون هیجانش بیشتر. ولی ببینید داریم چی کار میکنیم، داریم مدلی از دنیای واقع رو به این بچه میدیم که کم کم آشنا بشه با دنیای واقع، که بعدن که وقتی وارد دنیای واقع شد دچار مشکل نشود. ما در علم اقتصاد دقیقا همین کار میکنیم. دنیای اقتصاد دنیای در هم تنیده و پیچیده است. با توجه به سوالات خاصی که مطرح می شود، ما سعی می کنیم یک مدل ساده شده مثل اون اسباب بازی های دوران بچگی، یک مدل ساده شده ارائه بدهیم که برای اون سوال خاص بتونه پاسخ داشته باشه. حالا اگر سوال شما تغییر بدهید، در بسیاری اوقات باید کل مدل هم تغییر کند. این مدل سازی اقتصادی خیلی مهم است، باید بهش توجه بفرمایید. در مدل سازی اقتصادی ما یک سری متغیر در نظر میگیریم، مثلا بیکاری، مثلا تورم، همین مثالی که الان خدمتتون توضیح دادم، مثلا یک رابطه، آیا رابطه منفی بین بیکاری و تورم وجود دارد یا نه. اگر وجود دارد دلیل این چیست؟ ما میایم بر اساس تئوری هایی که خودمون میسازیم و از ذهن خلاق بشر به وجود در واقع بیرون میاد، سعی میکنیم واقعیت بیرونی رو به یک نحوی مدل کنیم که به ما توضیح بده آیا چه رابطه‌ای بین بیکاری و تورم وجود داره. آیا با افزایش تورم بیکاری کاهش پیدا میکنه یا افزایش پیدا میکنه. بعد این مدلی که ساختیم سعی میکنیم ببینیم آیا قدرت پیش بینی داره، آیا میتونه رفتار اقتصاد رو توضیح بده، آیا میتونه رفتار آحاد بشری رو توضیح بده یا نه. اتخاذ سیاست‌هایی که بهبود، حالا وقتی که ما تونستیم دنیای واقع رو توضیح بدهیم، وقتی ما تونستیم متغیرها رو توضیح بدیم، بعد دنیای واقع رو توضیح بدیم، حالا میرسیم به مرحله‌ای که ما سعی خواهیم کرد که سیاست‌های اتخاذ کنیم که وضع عملکرد اقتصادی بهبود پیدا کنه، نابرابری‌ها کمتر بشه، رشد اقتصادی بیشتر بشه، کارایی افزایش پیدا کنه. پس تا وقتی که ما شناخت کلی هم از جهان نداریم دیگه نمیتونیم سیاست گذاری بکنیم. اگر شناخت کلی از دنیا داشتیم، اون وقت است که میتوانیم سیاست گذاری هم انجام بدهیم. خیلی خوب، حالا ما یک مدل میخوایم خدمت شما ارائه بدهیم. خب من این مدل رو، ما این امروز اتفاق فکر کردیم کارمون کمه، چون جلسه آینده من حدود 60 تا اسلاید باید خدمت شما ارائه بدم. این جلسه فکر میکردم کارمون کمه، ولی احساس میکنم الان باید یه مقدار پرسش و پاسخ داشته باشم. دوستان عزیز اگر سوالی دارید دستتون رو بلند کنید یا اینجا بنویسید، من در خدمتتون هستم. منظور از پای پولی چیه؟ پای پولی رو بعدم توضیح خواهم داد. پای پولی پولیه که بانک مرکزی ایجاد میکنه، در اختیار نظام بانکی قرار میده، در بازار بین بانکی چرخش داره. این پول رو در جامعه شما نمیبینید، ولی با این پول تسویه بین بانک ها صورت میگیره. هر شب مثلا بانک ملت باید به بانک ملی مثلا 10 میلیارد تومان تقدیم کنه، از با در بازار بین بانکی این 10 میلیارد تومان پرداخت می شود. مدل سازی در اقتصاد معمولا چند درصد جواب می دهد؟ این سوال خوبی نیست آقای برخورداران، البته سوال خیلی خوبی برای کلاس، اما مدل سازی اصلا بنا نیست جواب بدهد. اتفاقا برخی از افراد مدل سازی اقتصادی رو با مدل سازی مهندسی یکی میگیرند. اتفاقا کسانی که در اقتصاد ایران شما ببینید مشکلات جدی ایجاد کردن، کسانی بودند که از مهندسی رفته بودن و سعی میکردن مدل های هرچه پیچیده تری ارائه بدهند. در اقتصاد ما میگیم مدل سازی که ما انجام میدیم پارسیمونیس هست. پارسیمونیس یعنی خسیسانه، با خست، یعنی مدل سعی میکنیم تا حد مطلوب در جهت پاسخ به یک سوال تا حد ممکن ساده باشد. فقط بفرمایید. بنابراین ما در اقتصاد دنبال این نیستیم که به طور دقیق مثلا تعیین کنیم نرخ تورم چقدر است. بگیم که مثلا فلانی نرخ تورم مثلا تعیین کرد با 0.2% خطا، اون یکی با 3% خطا.
اصلا اونی که ادعا میکنه من با 0.2% خطا میتونم تورم رو پیش بینی کنم، اگر شما دقت بفرمایید و بعدا بررسی کنید ببینید که اتفاقا خیلی هم متاسفانه با مشکل، یعنی خیلی منفی بوده کاری که انجام داده و شانس آورده یک سال نرخ تورم افزایش پیدا کرده. من خاطرم هست در یکی از وزارتخونه های اقتصادی یک آقای اومد به من گفت، چون بنده رو میشناختن دیگه میدونستن که با من میتونن راحت صحبت کنن دیگه، دیگه سر ما میتونن پیش قاضی و ملق بازی خلاصه نمیشه، اومد به من گفت ما پیش بینی کردیم که نرخ تورم مثلا اینقدر بشه، نرخ رشد اقتصادی اینقدر بشه، هیچ دلیلی هم نداشتیم، همینجوری یه چیزی نوشتیم دادیم و بعدا دیدیم که مال ما دقیق ترینه، نزدیک ترینه به اون چیزی که اتفاق افتاده. بعد میگفت ما اینو بزرگ کردیم، اومدیم جدول کشیدیم، گفتیم مثلا سازمان فلان اینطوری پیش بینی کرده بود، بانک فلان اینطوری پیش بینی کرده بود، ما اینطوری پیش بینی کردیم، از همه جلوتر بودیم. ولی خودش به من میگفت، میگه ما حالا یه چیزی که برداشتی داشتیم، یه چیزی نوشتیم و خب درست در مسئله کردیم، باش تبلیغ کنیم برای خودمون. واقعیت اینه، یعنی اگه کسی هم خیلی دقیق میاد متغیر اقتصادی پیش بینی میکنه، باور نکنید، یک مقداری انشالله زیرکی پیدا کنیم در این کلاس. خب دوستان سوالی که دارن، دوستانی که میخوان دستشون رو بلند کنن بفرمایید. همه دوستان دستشون رو آوردن پایین. یه دفعه آقای مشایی، آقای مشایی، محمد حسین مشایی بفرمایید، من میکروفون شما رو باز کردم. بله تا آقای مشایی تشریف بیارن. آقای مشایی، آقای توتونچی هم من میکروفون. سلام، احوال شما؟ شما خوبید؟ صنایعی هستم. آقای صنایعی؟ صنایعی بله، در خدمتم. ممنونم آقای تو، ممنونم از توضیحاتتون، کلاس بسیار عالیه. برای حالا در جهت روند کلاس، چیزی که من خودم هدفم بود توی این کلاس شرکت کردم، غیر از این مفاهیم عالی که بالاخره در کلاس مطرح میشه از تعاریف مختلف حوزه اقتصاد کلان، اتفاقی که امسال تو سال 1399 تا الان افتاد، ما تو 6 ماه اول یک بورس خوب داشتیم، بعدش یهو بازارها مثلا سویچ کردن از بورس روی طلا و دلار، خودرو، ملک، و این سویچ کردن بازارها رو خیلی خوب و کامل همه احساس کردن. میخوام ببینم که توی این دوره میتونیم مثلا به این دیدگاه برسیم که مثلا حداقل تا یک درجه مثلا این پیشبینی ها روی سویچ کردن بازارهای مختلف رو بتونیم پیشبینی کنیم، مخصوصا حتی بعد از این که مثلا بورس دوباره از مهر ماه شروع کرد. من توی لایوی از خود شما دیدم که شما صنعت بیمه رو توصیه میکردیم و دیدیم که واقعا صنعت بیمه رشد بسیار خوبی نسبت به صنعت‌های حتی ریالی مثل خودرو، بانک، که میگفتن اگر بایدن بیاد خیلی بهتر عمل کرد و این دوتا اصلا اتفاقی توشون نیفتاد. میخوام این در واقع سویچ کردن ها و این نقاط عطفی که میشه فهمید کجاها بریم، تو چه بازاری چه موقعی بریم، اینا رو چجوری میشه مثلا، حالا قطعا مفصل و بزرگ بحث، ولی انشالله ما تو این دوره یه دوره اجرایی روی این مباحث داریم؟ نه، نداریم. ما چیزی که داریم در مورد روند کلی اقتصاد هست و این روند کلی رو که شما داشته باشید خیلی به شما کمک میکنه که بریم وارد فاز دوم بشیم که در واقع تحلیل بازارها هست، تحلیل صنایع هست. به قول شما توجه فرمودید، تحلیل سکتورها، سکتور انالیسیس. اون چیزی که شما مد نظرتون هست این هست که ما بیایم بحث کنیم، بگیم اگر شرایط تورمی شد کدام سکتورها جلوتر میافتند، مثلا بانک و بیمه جلوتر میافتند در شرایط تورمی. و شما به درستی اشاره کرد که الان وضعیت ترازنامه‌ای و وضعیت صورت‌های سود و زیان بیمه ها به مراتب بهتر از بقیه شرکت‌ها شده، اخیراً خیلی بهتر، خیلی رشد کرده. اون رو به تجربه در خواهید یافت، یعنی اتفاقاً این مطلبی که شما خودتون میتونید یاد بگیرید اون بخشه، شما خودتون میتونید تحلیل بازار، تحلیل صنعت رو کم کم بیاموزید، میتونید تحلیل شرکت رو کم کم بیاموزید. همین دوره فاندامنتالی که ما برگزار کردیم کافیه برای شما که تحلیل شرکت رو به خوبی دریابید و تحلیل صنعت رو بتونید به خوبی یاد بگیرید. اما اون چیزی که اصلاً بدون استاد
نمیشه یاد گرفت تحلیل شرایط اقتصاد کلان هست. تحلیل بازارها خیلی غیر شهودی نیست، ولی تحلیل اقتصاد کلان، تحلیل کلان اقتصاد بسیار غیر شهودی است و شما باید آموزش ببینید تا بیاموزید. نمیدونم پاسخ سوال شما رو دادم؟ بله بله کاملا ممنونم، بسیار عالی بود. بسیار ممنون از سوال خوبی که مطرح فرمودید، خواهش میکنم. خب دوست عزیزمون آقای توتونچیان بفرمایند و تا آقای توتونچیان بیان بالا من میکروفون رو فعال کردم. یکی از دوستان پرسیدن که رشته اختصاص سنجی همون مدل سازی است؟ خیر، ببینید مدل که میخوایم بسازیم به ابزار اختصاص سنجی احتیاج داریم. دقت فرمایید، خود مدل سازی بخشش اختصاص سنجی، بخشش دیتا ماینینگ، بخشش کار با دیتا است. بخش بزرگترش این است که یک نظریه شما باید به وجود بیارید و این نظریه رو بتونید مثلا در قالب یک فرمول ریاضی ارائه بدید. ما انشاءالله جلسه بعد روی مدل ساده ترین مدل اقتصادی کار خواهیم کرد که مدل عرضه و تقاضا باشه، یه مقدار بیشتر اینو توضیح خواهیم داد. سلام استاد، احوال شما؟ سلام علیکم، احوال شما خوب است؟ شما آقای پاکروان هستم، من رشتم اقتصاد نبوده، خیلی علاقه داشتم به اقتصاد، کلن قصدم اینه که ارشد دارم اقتصاد بخونم، برای همین دوست دارم که تو با این مفاهیم کلی آشنا بشم. بعد با تجربه که گفتین کتابی که تو دانشگاه های ما میگن فرق میکنه، ما میتونیم اینجا مثلا روی اون کنکور ارشدی که میخوایم بریم تسلط پیدا بکنیم؟ یعنی چی؟ اشکالی پیش نمیاد برامون؟ نمیدونم، من میگم من آخرین ورژن، آخرین ادیشن کتاب رو تدریس میکنم. البته اسلایدام آخرین ادیشن نیست، چون من اسلاید آخرین ادیشن رو پیدا نکردم. اگر دوستان دارند اسلاید های آخرین ادیشن منکیو رو، اسلاید چیز فکر کنم آخرین ادیشن رو دارم، اسلاید اکثر چیزایی که مثلا تو کتابایی که تو دانشگاه ما میگن وارونه است، یعنی منظورم اینه، میگم یعنی چیزای گفتیم که چیزای درست تقریبا نمیگن، ما مشکلی که نداریم با اون برای مثلا امتحان دادنشون، اینو منظورم اینه. ببین من میخوام شما وقتی سر جلسه امتحان رفتید از بالا به این برگه امتحان نگاه کنید، بتونید 5 تا غلط هم از توش در بیارید. ولی کسی که میتونه 5 تا غلط از امتحان در بیاره میتونه امتحان رو پاس کنه، میتونه خوب بره جلو. من هدفم این نیست، اینجا کلاس کنکور نیست، ولی اینجا کلاس کنکور نیست، ولی من بنا دارم دقیقاً هم اتفاقا به خاطر همین ما اومدیم تخفیف بیشتر به دانشجوی اقتصاد دادیم. چرا؟ چون دانشجوی اقتصاد فکر می‌کنه این مطالب خوندن. دقیق می‌فرمایید، من علاقه داشتم این دوستان رو جذب کنم که تشریف بیاورند که به خوبی یاد بگیرن مطالب رو. بله بسیار در خدمتی. خب خانم کریمیان نوشتن که میکروفون باز مشکل داره. دکتر ممکنه لطف بفرمایید فرمول محاسبه پیشبینی دلار رو به نخه؟ دیگه ما خیلی کار داریم، اصلا پیشبینی دلار که فرمول به اون صورت که نداره که، اما ما خیلی راه داریم تا برسیم به دلار، یعنی حدود 5 ماه ما راه داریم تا برسیم به این که رژیم ارزی چه باید باشه، نرخ ارز چگونه تعیین میشه، چرا رشد میکنه، چرا هیچ کس در ایران نمیتونه پیش بینی. یه چیز خدمتتون بگم جالب بود، ما سال 97 بود، آقای جانم، آقای توتون جان شما هستید؟ سلام علیکم، خسته نباشید. خواهش میکنم شما؟ من توتون جان هستم. آقای توتون جان هستم، بفرم جانم. بله بله. اجازه بفرمایید من مطلب رو تمام کنم بعد در خدمتتون هستم. من در سال 1397 وقتی که این ارز 4200 مطرح شده بود، یک سوالی مطرح کردن در یکی از گروه هایی که فقط اساتید اقتصاد ایران درش هستن. خب بندم که میدونید من 10 سال استاد بانکداری و فایننس و اقتصاد کلان دانشگاه استرالیا وولنگونگ بودم. من در ایران هیچی نیستم، یعنی نه استاد دانشگاهی هستم. البته تلاش کردم، یک بارم در جذب شرکت کردیم، 3-4 تا دانشگاه هم، دانشگاه اول کشور هم تقاضا دادم، ولی دیدم که برخورد همچین حذفی داره صورت میگیره، ما گفتیم در منزل میشینیم بیشتر از اون خدمت میکنیم و کار خودمون رو انجام میدیم، ممکنه سرمایه گذاری کنیم. علی‌ای حال، نظرسنجی کرده بودن که به نظر شما قیمت ارز چقدر باید باشه،
پاسخی که داده بودن مثلا نوشته بودن مثلا زیر 4 تومن، بعد یه سری نوشته بودن مثلا 4 تومن تا 4500، بعد یک سری 4500 تا 5 تومن، بعد یکی 5 تومن مثلا تا 6 تومن، بعد یک گزینه بود نوشته بودن 7000 تومن به بالا. بعد بنده زده بودم 7000 تومن به بالا. بعد 250 اقتصاددان برتر کشور، اساتید همه استاد اقتصادند، یعنی شاید بجز بنده و دو سه نفر دیگه که اقتصاددان هستند ولی در دانشگاه های ایران تدریس نمی کنند، همه استاد اقتصاد بودن. من زیرش اومدم نوشتم که ببخشید من فقط مطلبی خدمت شما عرض کنم دوستان اساتید اقتصاد ایران، اون یک نفری که نوشت قیمت ارز بالای 7 تومن اون بنده هستم، خاطرتون باشه، فراموش نکنید لطفا، سال بعد هم دیگه رو میبینیم. خب شما فهمید 250 تا اقتصاددان. خب سال بعد شد، دوست عزیزی داریم در دانشگاه کردستان آقای دکتر محمدی، اومدم زیر اونجا نوشتم که یاد آقای فلانی بخیر که سال پیش اینجور صحبتی رو مطرح کردن. دقیقا میفهمید که سوال میفرمایید که نرخ ارز بعد خیلی راه داریم تا به اونجا برسیم، ولی انشالله شما قدرت تحلیل خیلی بالاتر از افراد برتر ایران پیدا خواهید کرد. آقای توتون چه، من در خدمتتون هستم. سلام علیکم، خسته نباشید، داشت از مقدمه خوبه. سلام. من با توجه به اینکه گفتید وارد مباحث تئوریک نمیخوایم بشیم و کاربردی هست، من اینکه این کتابایی که دیدم، این کتاب دینامیک اقتصادی خیلی کتاب ریاضی هست تا جایی که من بررسیش کردم و حالا فرمودید واردش نمیشیم، میخوام ببینم اون کتاب وضعیتش چطوره. و مورد بعدی اینکه من دانشجوی اقتصادم مقطع ارشد، الان مدلای کلانی که ما میخونیم اکثرا بر مبنای پایه خرد هستن که توی کتاب جونز هم دیدم که یه بخش سومش مدلای برپای خورد، برپای خوردم باز ریاضیات زیادی دارم، میخواستم ببینم این مباحث چجوری میشه و ما چه مقدار کاربردیه، چه مقدار وارد ریاضی میشیم، چه مقدار تئوریک هست. ممنون از لطفتون. ببینید، سپاسگزارم از سوال بسیار خوبی که مطرح کردید. آنچه که من رو راغب کرد که این کلاس رو تشکیل بدم این بود که اتفاقا در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در ایران مدل‌های پیچیده رو اتفاقا خوب تدریس میکنن، اما اون چیزی که متاسفانه ما نمیدونیم مبانی هست. مثال میذارم خدمت شما، شاید یک استاد رده اول اقتصاد ایران خیلی جاها با بنده در افتادن، مبارزه کردن، حتی مبارزه مقدس، یعنی مثل جنگ‌های صلیبی ایشون احساس وظیفه میکردن که برن هر جا میشینن مثلا بخوان که مثلا بگن فلانی نمیدونه این مطلب رو بلد نیست. به اشارهشون هم به یک مقاله‌ای بود که در 1981 در باره کنترل تورم نوشته شده. این عزیز ریاضیش بی‌نظیره، این عزیز هیچ مشکلی با ریاضیات نداره، مدل سازی اقتصادی نداره، مدل‌ها رو خوب می‌شناسه، پیپر از من بیشتر خونده، در دانشگاه بوده، از من دانشگاه بهتری بوده، البته من اون دانشگاه حضور داشتم، چند بار دوره دیدم در همون دانشگاه. اما چیزی که این عزیز ما نمی‌دونست این بود که در اون مقاله‌ای که ایشون اشاره می‌کرد، اشاره به نرخ بهره واقعی شده بود، در حالی که ایشون نرخ بهره واقعی رو نرخ بهره اسمی در نظر گرفته بود. ای وای بر من. ببینید، مفاهیم اولیه جا افتاده. الان در ایران اقتصاد صفر هست که ما مشکل داریم، همین مفاهیم پایه هست که ما مشکل داریم. به محض اینکه مفاهیم پایه رو شما یاد بگیرید، اتفاقا هر کدوم از اون مدلای بر پایه خورد رو که شما میبینید و ما سعی داریم در انتهای همین دوره، در همین کتاب منکیو، در انتهای دوره سری مباحث بر مبنای خورد رو هم بالاخره مطرح کنیم، اتفاقا اونها برای شما باز میشه، روشن میشه. من سعی دارم نوری بتابانم. حالا دیگه شما این جنگل رو میبینید، این دنیای زیبا رو میبینید، از شب ظلمت که در میایم دیگه همه چی انشالله مشخص خواهد شد. من روی مفاهیم اولیه تاکید خواهم کرد، دقت بفرمایید، ولی بر اساس تکست پیشرفته ترین تکست دنیا. آقای فاطمی بچم، آقای امیر حسام. آقای فاطمی بفرمایید. آقای امیر حسام بعدش. استاد سلام مجدد. سلام علیکم. استاد من اول یه سوال میکنم بعد یه توضیح میخوام. اول یه توضیح دادم به تمام بچه‌ای که اینجا شرکت کردن، فکر کنم یه به قول معروف اشتباه فکر کردم. بچه‌ها من یه به روم به کلاسه میخوام بگم که دوستانی که این کلاس رو شرکت کردین، دیدتون خیلی بازتر از یه 4 تا پیشبینی دلار و
پیش بینی بازار و اینها باشه. ببینید الان خود آقای دکتر همین تحلیل سهام و اینا رو برگزار کردن، شما دنبال اعداد باشین خیلی استادا فراونن، ولی مفاهیمی که به شما دید میده باعث میشه بتونید اون استادها رو هم پیش بینی کنید. یعنی رفتار بازارها رو شما وقتی از بالا نگاه میکنی، رفتار سیاست بازار رو میتونی بفهمی. وقتی رفتارش رو فهمیدی میتونی تشخیص بدی که مثلا اگه بیت کوین میره بالا چه ربطی به نفت داره، اگه نفت میاد پایین چه ربطی مثلا به طلا میتونه پیدا بکنه، اگه مثلا اونجا داره آمریکا مثلا اوراق قرضه میفروشه چه ربطی میتونه به اقتصاد جهانی پیدا کنه، چین داره وقتی میخره داره چه ربطی پیدا میکنه. میگم یعنی دیدتون رو بیارید خیلی بالاتر از مثلا 4 تا پیش بینی عددی دلار و اینها. وقتی که داریم کلاس اقتصاد شرکت میکنیم، اقتصاد علم زندگیه. من خودم دانشجو اقتصاد نبودم، اقتصادم نخوندم، من رشته مهندسی عمران بودم و حقوق و برنامه‌نویسی کار میکردم. یعنی سه تا رشته که خودم کار کردم اصلا ربطی به علم اقتصاد نداره، ولی به هم ثابت شده و حتی چند تا از کلاس‌های مقرر جسته بریخته دکتر میری رو که دیدم، ایشون چون علنا میگه اقتصاد علم زندگیه. یعنی بهش اینجوری بچه‌ها نگاه نکنید که مثلا من بیام دلار رو پیش بینی کنم و اینا، اونا اصلا خود به خود پیش بینی میشه اینو یاد بگیرید. یعنی وقتی دیدش رو پیدا کنید پیش بینی میشه. استاد من مسئله دوم خودم سوالی که داشتم خدمتتون، خواستم ببینم که تو این دوره به اقتصاد سیاسی هم پرداخته میشه یا نه مثلا فقط بحثای مقرر کتابای منکیو و با بلاچارد تمرکز هست. میخوام ببینم که اقتصاد سیاسی هم توش حد تو این دو تا کتاب یا خودتون اصلا تدریس میکنید یا نه. ممنون. بله، برنامه من این هست که حالا حداقل یک سال به تدریس اقتصاد پایه تا مقطع کارشناسی ارشد بپردازم و بعد از اون اتفاقا زیر شاخه های اقتصاد رو یکی یکی من اگر دانشجو داشته باشم، اگر به اندازه کافی افراد در کلاس حاضر بشون، زیر شاخه های اقتصاد رو یکی یکی من توضیح بدم. یعنی اگر که ما حالا برای این کلاس ما تونستیم شروع کنیم، ولی خب من نمیدونم 6 ماه دیگه، آیا الان ما 180 نفر دانشجو داریم، آیا 6 ماه دیگه 20 نفر خواهیم داشت که جلسه دوره آخر همین کتاب رو برگزار کنیم یا نه. ولی به محض اینکه این تموم بشه، اگر که تقاضا باشه، من کتاب مشکین رو شروع خواهم کرد و وقتی اون تموم بشه دروس بانکداری رو برای شما آغاز خواهم کرد و پس از اون میرم سراغ زیرشاخه های اقتصاد، مثل اقتصاد در واقع لان اکنامیکس، یعنی اقتصاد حقوق و اقتصاد. من دوبار دوره لان اکنامیکس دیدم در دانشگاه شیکاگو. الان این آقایون وکلا به بنده میگن بی سواد، شما برید تمام ایران رو بگردید، اگر به جز بنده کس دیگری رو پیدا کردید که در دانشگاه اول دنیا دوره حقوق دیده باشه، خب بیاد بفرمایید. حتی یک نفر دقیق بفرمایید. حالا ما چون با این انحصارشون در افتادیم، چون انتقاد کردیم به این مال مردم خوری، به این اجحافی که به جوونا میشه، خب اینها میان ترور شخصیت میکنن. علیهان بنده تا وقتی که شما عزیزان باشید من هم در خدمتون هستم. و البته اقتصاد سیاسی بخشی از اقتصاد کلانه و ما شما مرتب ملاحظه میکنید که ما در مورد تعارض منافع صحبت خواهیم کرد، در مورد رفتار آحاد مختلف صحبت خواهیم کرد، اما این که پولیتیکال اکنامی رو به عنوان یک درس جدا هم میتوانیم تدریس کنیم، بله در آینده انشالله به پولیتیکال اکنامی هم اگر قسمت و اگر زنده بودیم و اگر تقاضا بود خواهیم پرداخت. اقتصاد بهداشت هست، اقتصاد مسکن هست، عرض کردم حقوق اقتصاد هست، اقتصاد سیاسی هست، اینها زیر یک علم اقتصاد خیلی مهم، اقتصاد کار هست یا اقتصاد اشتغال هست و دروس زیر شاخه‌های اقتصاد بانک و اقتصاد مالی هست. اینها رو ما اگر خوب تبیین کنیم، افرادی که در این کلاس ها شرکت میکنن بعد از 2-3 سال در سطح مقطع کارشناسی دانشگاه های خوب دنیا اقتصاد رو خواهند آموخت. بنای من این هست که انشالله اینا رو همه رو در طی 1-2 سال دین خودم رو به این کشور به این نفع ادا کرده باشم دیگه. در خدمت شما هستیم. هر حال الان هم علم اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی خیلی در هم تنیده هستند. کاملا صحبتی که فرمودید درست بود. جانم بفرمایید. بله ممنون. بعد هیچ چیزی نخواهم بگم. تشکر می‌کنم از بابت اولین کلاس لازم برگزار کردنش به این سر. من می‌خوام یه چیزی بگم، شاید مثلا بچه‌ها ندونن، من 2-3 سال دنبال یه همچین کلاسی هم و بچه ها باور بفرمایید منو که قیمت یه همچین کلاسی در این سر بالای 5 میلیون تومان و 6 میلیون تومانه.
اگر شما با این قیمت شرکت کردیم، من نه اصلا به قول من خود دکتر سردبندی مثلا به قول روی دروسی دارم من چیم، ولی باور بفرمایید الان برید سرچ کنید تو اینترنت ببینید کلاسی در این سطح استادی که داره درس میده چنده، برای این اصلا با خیال راحت این کلاس ها رو بیاییم برای زندگیتون خوبه، اصلا دلار و اینا رو بکنار، اقتصاد رو بشناسید، رفتار زندگیتون فرق میکنه، چون دیده بهتری پیدا میکنید. ممنون سر شما بودش. خیلی سپاسگزارم آقای فاطمی. ببینید من فقط یک نکته رو خدمت شما عرض کنم. من یک کلاسی ما برگزار کردیم، خیلی من تأسف خوردم، البته نیت خیریه بود، ما همه درآمد اون کلاس رو صرف عمر خیریه کردیم. قیمت رو باید حدود مثلا برای یک جلسه باید 1,000,000 تومان می‌ذاشتیم، چون ما داشتیم روش سرمایه گذاری در بازار سهام رو یاد می‌دادیم، فوت و فن کوزه‌گری تهدید بنیادی رو یاد می‌دادیم، کلاس فیلتر نویسی. کلاس 1,000,000 تومانی رو ما کلاس به قیمت ایران 1,000,000 تومان، اگر می‌خواستیم به قیمت جهانی برگزار کنیم مثلا حداقل $1,000 بود، $1,000 میشه 25,000,000 تومان، ولی من با 150 تومن این کلاس رو برگزار کردم. یک مقداری دیدم که اجحاف صورت گرفت، بی انصافی ما دیدیم در این کلاس. خدمتتون عرض کنم، ببینید من دانشگاه ولنگو، من بانک بودم، هیچی، من سیتی بانک بودم، وی پی سیتی بانک بودم، خب حقوقم خیلی بالا بود، بونس میگرفتم. بعد که وارد دانشگاه شدم 8 ماه کار میکردم، 12 ماه حقوق میگرفتم. این 12 ماه حقوقی که میگرفتم، این الان کل درآمد این کلاس به اندازه 15 روز نیست، به اندازه 15 روزی که من در دانشگاه بولونگون تدریس میکردم کل درآمدش نیست. دوستان عزیز خیلی سپاسگزارم از ایزدی که داشتید، از تشریف فرماییتون. انشالله ما از جلسه بعد جدیتر و با زمان بیشتر انشالله شما آماده باشید. کلاس رو عرض کردم در 2 سشن برگزار میکنیم، 1 ساعت، 1 ساعت و 1 دقیقه برای پاسخ به سوال. سپاسگزارم همه شما رو به خدای بزرگ میکنم. خدا نگهدار.